سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی. اومدیم با تست عملی شهاب سنگ که براتون عملی تستش بگیریم که بفهمید شهاب سنگ رو از سنگ معمولی تشخیص بدیم. وسایلی که لازم داریم یه ترازوی دیجیتال، یه ظرف پر از آب با اون سنگی که پیدا کردیم، یه آهنربا که به نخ بستیم با یه سرامیک. خب سنگ مورد نظر رو بار وزنش رو میگیریم. خب 178 گرم، 178 گرم باید به گرم بنویسیم. خب موقعی که نوشتیم دوباره سنگو برمیداریم، ظرف پر از آب رو میذاریم و ترازو رو صفر میکنیم. خب سنگو به نخ میبندیم و آروم درون آب فرو میبریم، طوری که سنگ نه به کف برخورد کنه نه به بدنه ظرف. باید صبر کنی سنگمون متوقف بشه. آروم آروم میبریم درون آب و دقت کنی 58 گرم. خب 58 گرم این عدد هم می نویسیم، 58 گرم. خب با یه ماشین حساب عدده که بدون آب وزن کردیم میزنیم 178 تقسیم بر 58، عدد به دست اومده 3.6. خب چگالی سنگمون شد 3.6. قبلا هم گفتم که چگالی سنگ باید بین 3 تا 4 باشه. مرحله دوم سنگو پشت سرامیک میکشیم، باید یه خط سیاه مثل این بیفته. اگه دست بکشی و این خط سیاهی که پشت اینه پاک بشه، این هم یکی از مراحل دوم که پیش شد. مرحله سوم باید آهنربامونو به نخ آویزون کنیم و آروم به سنگ نزدیک میکنیم، سنگی که پیدا کردیم. نزدیک میکنیم آروم آروم. دوباره تستش میکنیم. خب مهم نیست جذب آهن رو با چقدر باشه، کم یا زیادش مهم نیست، فقط اینه که مهم اینه که جذب آهن رو با بشه. اینم مرحله بعدی. یکی از سنگای دیگه هم براتون تست بگیرم. اینم یکی از سنگایی که پیدا کردم. دقت کنی جذب این یکی خیلی بیشتره. خب اینم میشه مرحله سوم. این مراحلی که گفتم 100% تضمین نمیکنه، فقط مطمئن میشیم که احتمال 90% سنگی که پیدا کردیم سنگ مورد نظر شهاب سنگ باشه. برای اینکه 100% مطمئن بشیم و بفهمیم که واقعا سنگی که پیدا کردیم شهاب سنگه، باید بفرستیم برای جاهایی که تجزیه و تحلیل میکنن و شناسنامه برای سنگ صادر میکنن. حالا هر جایی که مثل دانشگاه امیرکبیر میگن کارا رو انجام میده،
جای دیگه هم هستن خارج از کشور. برای جایی که تجزیه و تحلیل میکنن سنگو میتونی بفرستی، یه هزینه ای ازتون میگیرن و سنگو یه برش کوچیکی ازش برمیدارن و تجزیه و تحلیل میکنن و برای شناسنامه صادر میکنن که اگه 100% شهاب سنگ باشه دیگه اون موقع با اون شناسنامه‌ای که برات صادر میکنن میتونی بفروشی. حالا بفروشی یا از کسی که دوباره داره بتونی بخری، که بیشتر کسایی که کلکسیونر هستن جایی که موزه‌هایی که حالا کشورهای خارجی تو این کار هستن میتونن ازتون بخرن. خب اینم یکی از روش‌هایی که فقط میتونی تو خونه تست بگیری و مطمئن بشی که مطمئن 100% که نه، فقط حالا 90% مطمئن بشی که سنگی که پیدا کردین شاب سنگ باشه. خب اگه سوالی چیزی باشه تو ویدیو بعدی جواب عزیزان میدیم و اگه نظری چیزی دارن بنده در خدمتم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. سلامی دوباره و یه ویدیوی دیگه. بدرود.